بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه بسیار خوب و مهمی هست که راجع به نحوه اجرای قانون اساسی و مخصوصاً حقوق شهروندی در این جمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و من هم نکاتی رو خدمت سروران عزیز در جلسه اساتید و مردم عزیز به عرض می رسانم. خب، جایگاه قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای هست که در واقع نظاممندی حکومت چارچوب بخش‌های مختلف حاکمیت، رابطه با یکدیگر و مهمتر رابطه مردم رو با حکومت تبیین میکنه و توضیح میده. خب، من از این مقدمش میگذرم که این قانون اساسی چگونه تدوین شد و در انقلاب اسلامی در سال 57 که تقریبا آثاری از پیروزی انقلاب ظاهر شد، البته هنوز معلوم نبود که انقلاب به زودی پیروز شه. این بحثی که الان من مطرح میکنم آغازش مال سال 56ه، یه مقدارش مال سال 57ه. یکی از مباحث مهم این بود که حالا اگر انقلاب پیروز شد، شکل حکومت دینی و اسلامی چگونه خواهد بود؟ این رو در سال 56 در یک جلسه در محضر شهید بهشتی و عده‌ای از بزرگان دیگر مطرح شد، در یک جلسه دیگری که شهید مطهری هم حضور داشت مطرح شد، و این مخصوصاً بعد از اون بود که مباحث امام در نجف راجع به ولایت فقیه ایشون در درس بیعش فرموده بود و بعد به صورت یک جزوه‌ای هم چاپ شده بود و منتشر شده بود، حالا تحت عنوان حکومت اسلامی یا هر چیز دیگری منتشر شده بود. اونجا بحث شد که خب حالا اگر انقلاب پیروز شد، حالا این اولین بحث مال سال 56ه، چگونه حکومت آینده چگونه است؟ نقش مردم چیه؟ آراء مردم چگونه است؟ آیا این نظام ما یک نظام جمهوری داریم، یک نظام غیر جمهوری داریم، یک نظام پارلمانی داریم؟ خب این مباحث مطرح بود همون موقع، یعنی از سال 56، مخصوصا در سال 57 عمده این بحث ها زمانی مطرح شد که امام در پاریس بودند، در نوفل و شاتو، و این عزیزان بعضی هاشون آمدن به دیدن امام. شهید مطهری آمد، شهید بهشتی آمد، دیگران آمدن در پاریس، و یکی از مباحث این بود که نظام حکومتی ما چی خواهد بود خلاصه. و اگه یادتون باشه، مردم در شعارشون میگفتن که آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی، کلمه حکومت اسلامی به کار برده میشد. و این از زمانی این شعار عوض شد، شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی، که امام در پاریس این رو مطرح کرد، فرمود نظام آینده ما جمهوری است، و از اونجا شد جمهوری اسلامی. این هم مبتنی هست بر مباحثی که در تهران بود و بعد مباحثی که در خود پاریس در خدمت امام مطرح شد. خب این خیلی به نظر من جلسات مهمی بود. من حالا بعضی از اون جلسات یادم هست و بعضی از جلساتم من نبودم. اگر متاسفانه اون عزیزانی که اون وقت در اون جلسات بحث می‌کردن
اکثرشون دیار شهید شدن یا از دنیا رفتن نیستن، حالا ممکنه نوشته باشن در آثاری ازشون. به نظر من این یک فکر بسیار مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفت. چرا مهم بود؟ من خودم به شخصه این اعتقاد رو دارم، ممکنه این نظر من صائب باشه یا نباشه، به دلیل اینکه تا حدی در زمینه امنیت ملی من کار کردم و آشنا هستم. اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری درش نبود و انتخابات مبنا نبود، من بعید میدونم تا امروز این نظام مونده بود. جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام رو به خوبی حفظ کرده. یعنی مردم اگر اشکالی هم میبینند در جمع، در حکومت، خب میگن انتخابات میشه، حالا بر فرض ما اشکال داریم، 2 سال دیگه انتخاباته، بعد میریم یه فردی رو انتخاب میکنیم که اون فرد مثلا صالح‌تره، بهتره. یا در مجلس اگر ایرادی میبینیم، چند سال دیگه باز انتخابات میشه، میریم انتخاب میکنیم نمایندگان بهتر رو. یا در خبرگان، فرق نمیکنه، حالا این نهادهایی که مستقیما توسط آراء مردم انتخاب میشن، هم مجلس شورای اسلامی، هم مجلس خبرگان رهبری و هم ریاست جمهوری، اینا مستقیم با آراء مردم انتخاب میشه. خب این مسئله بسیار مهمه که ما مبنای حکومتمون آرای مردم و رأی مردمه. حالا مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست، سر جای خودش محفوظ. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مد نظر بوده و هست. اما ما حالا در بخش رکن جمهوریتش میخوام تأکید بکنم که آراء مردم نقش بسیار اساسی داره. منتها ما در کشورمون متاسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در یه حکومتی اتکا میکنید به آراء مردم، مردم باید بیان رأی بدن. اگر سیستم حزبی نداشته باشید، کار یه مقداری سخت میشه. یعنی با هو و جنجال و سرصدا و نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف، و یه دفعه ممکنه در هدایت مردم برای اینکه چه کسی را یا چه کسانی رو انتخاب بکنن یه مقدار سخت بشه، یه مقدار مشکل بشه. اما اگر نظام حزبی باشه یه مقدار راحت‌تره. به هر حال تو نظام حزبی مداوم بحث میکنن، بررسی میکنن، یه چارچوبی رو مقرر میکنن. ما نظام حزبی، قانون اساسی ما هم حزبی نیست. تو قانون اساسی سیستم ما سیستم حزبی نیست، بر مبنای حزب بنا نشده اصلا این قانون اساسی. یعنی تو انتخابات ما به فرد فرد میریم رأی میدیم، ما به حزب رأی نمیدیم اصلا. حالا میخواد مجلس شورای اسلامی باشه، میخواد شورای شهر باشه، میخواد هر چه خبرگان باشه، فرق نمیکنه، ما به حزب رأی نمیدیم. در ریاست جمهوری هم نمیگیم مثلا این 3 حزب، این 2 حزب افرادشون کیا هستن و باید کاندید بشن. فیلتر حزبی هم ما نداریم. یعنی این فیلتری که ما باید برای هر انتخاباتی، به هر حال یک فیلترهایی تو هر کشوری به یه صورتی دارن، ما فیلتر حزبی نداریم. حالا این فیلتر از طریق شورای نگهبان هر کجا هست، به هر حال حزبی نیست. یه اشکالات اینجوری ما داریم، رو اینا باید فکر کنیم، ببینیم این، حالا این بحثی که میشه مثلا بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که حالا مورد نیاز باشه، که اشکالی هم نداره. البته قانون اساسی دیر به دیر معمولا در دنیا اصلاح میشه، ولی خب الان مثلا فرض کنید 31 سال
قانون اساسی تغییر نکرده. قبلا یک فرصت 10 ساله بود قانون اساسی، یه اصلاحاتی انجام گرفت در پایان عمر حضرت امام، بعدش دیگه تو این 31 سال قانون اساسی تغییر نکرده. ممکنه یه زمانی لازم باشه تغییر بکنه. یکی از مباحثی که جاش خالی هست این که نظام حزبی آیا خوبه بیاد داخل این قانون اساسی یا نه. ما یه وقتی در مجمع هم بحث میکردیم راجع به قانون انتخابات، اونجا یه چارچوبی رو در کمیسیون تصویب کردیم، البته در اون مقطعی که ما بحث رو انجام میدادیم به یه دلایلی متوقف شد، یعنی در صحن عمومی مجمع 3-4 مادهش تصویب شد بعد متوقف شد. تو اون چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات، ما نظام حزبی رو برای انتخابات پیش‌بینی کرده بودیم، یعنی مردم میتونستن به حزب رأی بدن به جای فرد. البته میگم اون بعد از اینکه چند مادهش تصویب شد بعد به یه دلایلی متوقف شد. خب در این همه حرفایی که الان ما میزنیم، قانون اساسی ما یکی از قانونهای اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهانه، یعنی میتونیم ما بهش ببالیم. حالا از همون سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده، حالا مخصوصا در اون جاهایی که راجع به حقوق ملت آمده تو فصل 3، خیلی قوانین روشن و اصول واضح و روشن و مدرن و چیزی است که میشه درش آورد در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن. حالا ممکنه یک گوشه ایش هم یه ایرادی نقصی داشته باشه، بعدها باید اصلاح بشه، ولی قانون اساسی بسیار خوبی هست. متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. حالا درست پیش بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی رو تفسیر بکنه، اما حالا قبل از اینکه به تفسیر ما برسیم، برداشت و فهم خیلی مهمه که از این قانون اساسی ما چه برداشتی داریم، چه فهمی داریم. حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، یعنی مجلس، یعنی قوه قضاییه، اینا هم فهمشون مشترک نیست، مثل هم نمی اندیشن. گاهی تو مسائل حتی مهم ممکنه اختلاف نظر باشه. گاهی وقتا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه. نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوره. رئیس جمهور نظارت میکنه بر کار وزیر. رئیس جمهور اختلاف دو وزیر رو حل میکنه. هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر به عهده رئیس جمهوره. جایی نداریم بر کار وزیر مجلس نظارت بکنه. مجلس این کلمه نیست در قانون اساسی. بله مجلس یه جایی سوال داره میتونه سوال بکنه. مجلس یه زمانی استیضاح نیاز داره میتونه استیضاح بکنه. تحقیق و تفحصی نیاز داره. اگر نظارت به این مفاهیم بگیریم ممکنه، ولی کلمه نظارت نیامده که مجلس بر کار دولت نظارت بکنه. هم چیزی ما نداریم اصلا. خب حالا میخوام بگم که فهم ما و استنباط ما هم عین هم نیست. اینکه برنامه رو برای دولت کی باید بنویسه؟ حالا در زمان رژیم گذشته، تو قانون اساسی رژیم گذشته، برنامه نمیدونم 5 ساله مینوشتن اون وقت، یه مقررات اون وقت بوده. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون اساسی برنامه به عهده رئیس جمهوره. تو اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که ختمش و برنامه به عهده رئیس جمهوره.
خب اگه برنامه و خط مشهودی رئیس جمهوره دیگه، ما چند دفعه برنامه تعیین میکنیم؟ یه دفعه رئیس جمهور یه برنامه تعیین میکنه، اون موقعی که میخواد انتخاب بشه تو انتخابات میاد اون برنامه رو ارائه میکنه به مردم، تو مصاحبه میگه، تو اجتماعات میگه، منتشر میکنه، مردم میخونن، بر مبنای اون برنامه هم قاعدتا به اون رئیس جمهور رأی میدن. رئیس جمهور میگه من برنامه هم اینه. این یه بار. یه بار دیگه وقتی میره مجلس وزراشو معرفی میکنه، برنامه رو میده به مجلس و مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و به وزرا رأی میده. اینم یه بار دوم. بار سوم هم که اصل 134 میگه ختمش و برنامه به عهده رئیس جمهوره، اینم که سه دفعه. یه بار دیگه باز مجلس برنامه 5 ساله تصویب میکنه و ابلاغ میکنه. اصلا درک و فهم این که این گونه مسائل چگونه باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهمه که اساتید حقوقی ما و حقوقدانهای ما بر مبنای این قانون اساسی، فعلا بر مبنای این قانون اساسی، یه مقداری روی این مواردی که موارد اختلاف نظر هست که خود فکر کنن، نظر بدن، بحث کنن تو روزنامه ها، تو رادیو تلویزیون، اشکال نداره اینا بحث بشه، کم کم پخته بشه، به یک اجماع نظر ما برسیم در این مسائل. یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که هنوز یه جور متلقی نمی کنیم همین مسئله اینه که مجری قانون اساسی کیه؟ مسئول اجرای قانون اساسی کیه؟ خب اصل 113 قانون اساسی چند تا مسئله داره. یکی که جایگاه رئیس جمهور رو تعیین میکنه، میگه رئیس جمهور دومین مقام کشور هست، عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رئیس جمهوره. بلا فاصله بعد از اینه که میگه و مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشوره، او مسئولیت اجرای قانون اساسی رو به عهده داره، او مسئولیت قوه اجرایی رو به عهده داره، جز مواردی که البته به عهده رهبری است، چون اجرای بخشش به عهده مقام معظم رهبری است. خب این خیلی روشنه و واضحه. خب این وقتی آدم اول و آخر این رو میخونه، این معنیش این میشه که رئیس جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. این که لغوه این گفتن این حرف. خب معلومه که هر کسی تو چیه خودش در بخش خودش مسئول اجرای قانونه دیگه، قانون اساسی رو باید اجرا کنه دیگه. این که گفتن نداره که حرف لغویه، حرف بیخاصیتیه، حرف بیمعنایی اصلا. معلومه، روشن، واضحه. یکی از جاهایی که تفسیر نمیخواد همینجاست. نص واضح روشن، نیازی به تفسیر نداره. ولی خب حالا به هر حال این هم الان یه اختلاف برداشتی هست. به هر حال شورای نگهبان تو این تفسیرهای آخرش، حالا تفسیرهای اولش اینجور نمیگفت تو اون سالهای اولیه، سال 91 این سالهای آخر یه تفسیری کرده. و این یک مسئله بسیار مهمی است که حقوقدان‌ها باید فکر کنن، بررسی بکنن. به هر حال شورای نگهبان تفسیرش همیشه یکسان نیست، کل یوما هو فی شأن، تو هر دوره یه جور تفسیر میکنه. حالا بازم اگر حقوقدان‌ها بحث کنن، بررسی کنن، بازم ممکنه در یه مقطع دیگری شورای نگهبان بیاد یه تفسیر دیگری از این اصل بکنه. اون تفسیر که حالا همیشه نمیمونه، اون تفسیر ممکنه تغییر کنه، کما اینکه راجع به 113 تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته. این هم بخش بسیار مهمی هست. حالا در قانون اساسی البته من معتقدم اصل 59 میتونه خیلی مهم باشه در یک مقاطعی که واقعا یه اختلاف نظر اساسی وجود داره، یک فکر واحد در کشور نیست. البته باید توی جو آرامی باشه، یک موضوع بسیار مهمی باشه، بحث بشه، بررسی بشه و بعدم در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته بشه.
یک رفراندومی بشه و مردم نظر بدن. البته این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، اصل 59 به این سادگی اجرا نمیشه، ولی حالا لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است میشه بعد از 40 چند سال یه بار در یه موضوع مهمی مثلا اجرا کرد و پیاده کرد، و خب میتونم خیلی مهم باشه در مواردی که حائز اهمیت، میشه از این اصل استفاده و بهره برداری کرد. اما در مسئله حقوق شهروندی، من از موقع انتخابات سال 92 یکی از وعده هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود، که گفتم اگر من انتخاب بشم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی رو تدوین میکنم، اعلام میکنم و بعد تلاش میکنم که اجرا بشه و پیاده بشه. خب البته چند بار دوستان نشستند مقدماتی رو نوشتند و پیشنویس‌هایی برای حقوق شهروندی تهیه شد، تا زمانی که خود من یک جلسه با حقوقدان‌ها گذاشتم، که حالا بعضی از عزیزانم تو این جلسه خدمتشون هستیم، عده‌ای از حقوقدان‌ها، حالا عده‌شون هم متخصص همین حقوق اساسی بودن، جمع شده بودن، سوالی که از من کردن گفتن شما این منشور حقوق شهروندی رو بر چه مبنایی می‌خوای بنویسی؟ یعنی مبنا چیه؟ مستند بر چه اصلی است؟ از چه جایگاهی شما مخیینه بنویسی؟ میخوایی مثلا یه آیین‌نامه اجرایی بنویسی ذیل یک قانونی؟ میخوایی یه چارچوبی به هر حال باشه برای دستگاه‌های اجرایی؟ میخوایی یه لایحه‌ای تهیه کنی که این لایحه رو بعد بدی به مجلس شورای اسلامی اونا تصویب کنن؟ که اونجا خیلی بحث شد تو اون جلسه، و من گفتم مبنای من اصل 134، اصل 134 قانون اساسی است مبنای من، و البته میتونه بعدم به صورت یه لایحه هم در بیاد، اشکالی نداره، دولت میتونه تبدیل کنه به لایحه، ولی مبنای من همون اصل 134 که میگه خط مش و برنامه به عهده رئیس جمهوره که با همکاری وزرا اون رو تهیه میکنه و تعیین میکنه. بر این مبنا من این چارچوب رو میخوام تهیه کنم. بعدم خب همکاری های زیادی شد، جلسات متعددی تشکیل شد، به نظر من یک منشور منقحی تدوین شد، و بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما هم داریم اجرا میکنیم و پیاده میکنیم و افرادی هم مسئولیت این منشور رو به عهده داشتن، من هنوز ندیدم یک کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشه. ممکنه مواردی رو بگم باید اضافه بشه، این 120 ماده‌ای که داره ممکنه مثلا 10 تا ماده دیگه، 20 ماده دیگه ممکنه لازم باشه اضافه بشه، ولی یک منشور منقحی هست، و این به خاطر این بود که همه مردم بدونن حقوقشون چیه و همه مسئولین اجرایی کشور هم به خوبی بدونن، سایر مسئولین هم بدونن که حقوقی که مردم دارن که حق روشن همه شهروندان جامعه است، همه اونهایی که تو این کشور دارن زندگی میکنن، بدونن این حقوق وجود داره یا جایی تکالیفی وجود داره، و اینها به وضوح و روشنی در این منشور آمده. خب این جزء افتخارات دولت 11، بعدم در دولت 12 هم ما ادامه دادیم. معاونت حقوقی ما در این اواخر مسئولیت حقوق شهروندی رو بر عهده گرفت، البته دستیار ویژه‌ای برای این کار بود، باز هم مانعی نداره که یک دستیار ویژه‌ای برای این کار باشه، اما به هر حال این مسئولیت‌ها فعلا به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهوره، که یه معاونت حقوق اساسی هم بود، قانون اساسی و حقوق اساسی بود، اون را هم من در همون اوائل دولت ادغام کردم در این معاونت. به هر حال اون چه مهمه این که این حقوق شهروندی مورد توجه همه باشه و لااقل دستگاه اجرایی ما یعنی بخش دولت با تأکید اینها رو توجه کنه و اجرا کنه، و الان هم خب داره دنبال میشه. یک گزارش مفصلی هم
معاونت اداری استخدامی به من داد که خیلی گزارش خوبی بود که این منشور چگونه الان در ادارات مختلف مورد توجه و داره اجرا میشه و عمل میشه. من نکته ای که میخوام بگم، ما اکتفا نکردیم به این که حقوق شهروندی رو فقط تدوین کنیم و بنویسیم و منتشر بکنیم، تلاش کردیم حقوق شهروندی رو اجرا بکنیم و عملیاتی بکنیم. در مجموع خب حقوق اصلی که مردم دارند در سایه این حقوق میخوان زندگی راحتی داشته باشند و نظرات خودشون رو و آراء خودشون رو در موقع لازم به خوبی اظهار کنند و آراء خودشون رو بتونند نسبت به افرادی که مورد نظر خودشون هست به صندوق بیندازند. ما این تلاش رو کردیم به هر حال در تمام انتخابات ها در حدی که در اختیار دولت هست، تلاش ما این بود که مردم بتونن از آراء خودشون به خوبی استفاده کنن، بتونن نظراتشون رو بگن، همه احزاب جناها آزاد باشن، افرادی اگر میخوان معرفی بکنن معرفی بکنن، همه اونهایی که صالح هستن بتونن بیان تو صحنه. این از حقوق مهم و اساسی مردم هست. اینجا جاییست که واقعا تعارف بردار نیست. مردم باید به راحتی بیان پای صندوق آرا، با آزادانه باید بتونن رأی بدن. و خوشبختانه در چند انتخابات که در دولت 11 و 12 انجام شد و اجرا شد، تقریبا بدون دغدغه و مشکل اجرا شد. ما هیچ مشکل امنیتی قبل انتخابات، حین انتخابات، بعد انتخابات نداشتیم به حمد الله. این خب از نکات مهم بود. آزادی های مردم هم حالا در دانشگاه ها، در اجتماعات، در اعتراضات، در روزنامه ها، در رسانه ها، شرایط امروز به مراتب از قبل از دولت 11 بهتره. البته یه مقدارم تکنولوژی به ما کمک کرده. ما در زمینه فضای مجازی یک کار بزرگی دولت 11 و 12 انجام داد که حالا یه وقتی اگر لازم باشه من توضیح میدم که اگر این دولت نبود یه همچون فضایی در اختیار مردم نبود. قطعا فداکاری زیادی شد، تلاش زیادی شد، ایستادگی زیادی شد برای اینکه مردم بتونن از فضای مجازی استفاده بکنن و فضای سایبری در اختیار مردم باشه. و در کنارش ما تلاش کردیم دولت الکترونیک رو هم ترویج کنیم که بر پایه همین فضا میتونه فعال باشه. و دولت الکترونیک هم خب تا کنون کار زیادی شده، شفافیت زیادی هم در سایه این زیربنا به وجود آمده. به هر حال الان چندین سالی که ما بودجه رو که تقدیم مجلس میکنیم همه مردم مطلع میشن، در اختیار مردم قرار میگیره، با شفافیت میتونن بخونن، نقد کنن، انتقاد کنن، بگن چرا به اون دستگاه بیشتر پول دادی، به اون کمتر اختصاص دادی، چرا منبع اینجوریه، چرا منابعتون از این جا هست. به راحتی مردم نقد میکنن و انتقاد میکنن. حضور مردم در صحنه، نقد مردم، اعلام نظر مردم، شرایطش با گذشته بسیار متفاوت هست. یعنی مردم همه الان همراه خودشون یه رسانه دارن، میتونن به راحتی نظرشون بگن، نقدشون اعلام بکنن، تشویق کنن، ترغیب کنن. به هر حال این کاری که در این فضا به خوبی انجام گرفته، یکی از کارهای مهمی که دولت 11 و 12 انجام داد همین فضای مجازی بود که هدیه کرد به مردم. و امروز مردم با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگه در تماسند، با دنیا در تماسند و بسیاری از اطلاعات رو آنلاین در اختیار دارن. این یکی از کارهای بزرگی بود که انجام شد و انجام گرفت. در ساری حقوق هم ما تلاش کردیم حقوق مردم تا حد امکان اجرایی و عملیاتی بشه. حالا از حقوق ملی مردم گرفته که خب
به نظر من در تلاشی که دولت و دیپلماسی دولت انجام داد، اینکه ما تونستیم همه قطعنامه های فصل هفتی که علیه ملت ایران بود لغو کنیم. این مسئله اونقدر مهمه برای اینکه توجه بکنن مردم به اینکه این حق چقدر مهمه و این کار دولت چقدر ارزشمند بوده. دولت هایی هستن الان در دنیا که حدود 10 سال، 15 سال، 20 سال گرفتار فصل هفتن. یعنی قطعنامه های اونا از طریق فصل هفت منشور تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، هنوز نجات پیدا نکردن، هنوز تحت فصل هفتن. و ما تونستیم، دولت تونست در دولت 11 در یک فاصله زمانی کوتاهی حدود 2 سال یا کمتر از 2 سال کل این قطعنامه های فصل هفتی که 6 تا قطعنامه بود همه رو لغو کنه یک جا. و این در تیر سال 94 انجام گرفت، یعنی تقریبا 2 سال بعد از دولت، یا یک کمی کمتر از 2 سال همه این اینا لغو شد و امروز هم لغوه. و این بسیار مهمه، یکی از افتخارات بسیار مهمه. به این نکته کمتر توجه میشه که مردم و الاغلال التي كانت عليهم، یه زنجیر بزرگی که به گردن مردم بود، این زنجیر پاره شد و این زنجیر فصل هفتم منشور سازمان ملل بود که به گردن مردم این قطعنامه ها لغو شد. حقوق هسته‌ای برای مردم تضمین شد، چون حقوق هسته‌ای مردم داشتن، ولی خب طبق همین قطعنامه های سازمان ملل اونا غیر قانونی میدونستن، خب این قانونی شد برای مردم. و در سایر حقوق کارهای زیادی برای حقوق مهم ملت انجام گرفت و این یکی از افتخارات دولت هست که در احقاق حقوق مردم اهمال نکرده. یعنی اگر ما یک میدان نفتی مشترک داشتیم، رفتیم حقمون رو باز ستاندیم. یک میدان گازی مشترک داشتیم، اگر همسایه ما 2 برابر ما از اون گاز استفاده میکرد، ما تلاش کردیم در این چند سال ما به اندازه همسایه من از اون میدان گازی مشترک داریم استفاده میکنیم. و حق مردمه، این حق مردمیست که این تمام میشه، یه میدان مشترکه، شما ور نداری اون یکی ور میداره، یه چیزی نیست در اختیار شما باشه بگی حالا من در این 4 رو میبندم 20 سال دیگه استفاده میکنم، نه، این تمام میشه و ور میداره. در میدان نفتی مشترک هم این کار کردیم. در میدان نفتی مشترک که ما برداشتی که میکردیم قابل مقایسه با همسایه نبود، الان داریم به اندازه اون یا بیش از اون داریم از این میدان مشترک نفتی استفاده میکنیم. این یکی از افتخارات دیگر دولت بود که وارد عمل شد. مورد دیگر شکایاتی بود که ما در دادگاه بین المللی و دادگستری بین المللی لایحه مطرح کردیم. البته حالا در قدم‌های اولیه ما موفقیت‌های خوبی به دست آوردیم، ادامه داره. به هر حال اینم برای اولین باری که دولت وارد یک دادگاه بین المللی میشه و در قدم‌های اول پیروز میشه و موفق میشه. در زمینه صلاحیت موفقیت هایی رو به دست میاره، در زمینه احکام موقت و قرار میتونه موفقیت به دست بیاره. اینم کمتر سابقه داره، حالا در دولت های قبلی شما بگردید کمتر سابقه داره. موفقیت های حقوقی است که دولت به دست آورده در دولت 11 و 12. در مقام عمل هم من به طور خلاصه بگم، تلاش کردیم مردم در زمینه آموزش، مردم در زمینه بهداشت، مردم در زمینه نیازهای ضروری زندگیشون، در زمینه حقوقی که میگیرند نسبت به تورمی که وجود داره، تلاش کردیم یک تعادلی برقرار بشه. اینا حقهای مردم هست که انجام گرفته. من بسیار خوشحالم که ما در یک شرایطی هستیم که
مردم ما خدای نکرده اگر مریض میشن دو شب سه شب باید در بیمارستان و تخت بیمارستان باشن، پولی که از جیب برای تخت بیمارستان باید پرداخت بکنن 10% یا 6% در روستاها. این پولی که مردم از جیبشون باید پرداخت بکنن کاهش پیدا کرده. این تر تحول سلامت کار بزرگی بوده که انجام گرفته در این دولت، و کاری که در این ماهای اخیر ما انجام دادیم که برای اقشار کم درآمد و کم مصرف آب رو، برق رو و گاز رو مجانی کردیم، چیزی که کسی فکر نمی‌کرد ما در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدید تو این شرایط بتونیم این کارو بکنیم که 30% مردم پول برق دیگه پرداخت نکنن، 30% مردم پول گاز دیگه پرداخت نکنن. الان اینجوریه، 30% مردم پول برق و 30% مردم پول گاز پرداخت نمی کنن و یک عدد بزرگی هم پول آب پرداخت نمی کنن. آب البته یه خود کمتر از 30% هست پرداخت نمی کنن. که یک کار بزرگی است که انجام عمدتاً روستایی ها اصلا البته که از این حق دارن استفاده میکنن. همیشه تو ذهن ما این بود که میشه افرادی که به هر حال در تنگنا هستن، در اسرت هستن، در محرومیت به سر میبرن، اینا آب براشون مجانی بشه، برق مجانی بشه، گاز مجانی بشه. اینا همیشه تخیلات بود برای مردم، میگفتن اینا تخیلاته، اینا شدنی نیست. و الحمدلله اینا اجرایی شد، عملیاتی شد و شدنی شد. و همطوری که اشاره شد، ما برای گروه های مختلف جامعه هم تلاش کردیم که مردم از حقشون بتونن استفاده کنن. ما از روز اول برای حقوق زنان در جامعه، حقوق جوانان در جامعه و اقلیت های دینی، مذهبی و قومی قول دادیم به مردم و تلاش کردیم و به حمد الله عمل کردیم. و امروز شما آمار و ارقام رو به خوبی میدونید که ما تلاش کردیم، گفتیم 30% مدیریت به عهده خانم ها باشه و تو این زمینه قدم به قدم داریم جلو میریم، به سمت این هدف داریم جلو میریم. و خیلی از جاهایی که خب ما اولین بار گفتیم یک سفیر خانم اعزام بشه، خیلی بحث بود که میشه به هر حال یه خانم سفیر بشه. این کار شد و چندین سفیر ما الان خانم هستن، چند تا دیگه هم در نوبت هم که در فرمانداری، در بخشداری، در معاونت ها، در مدیر کل، در معاونین وزیر، در معاون رئیس جمهور و خیلی از جاهایی که قبلا بودن الان هم هستن، بعضی جاها که قبلا نبودن امروز این شرایط برای اونها پیش آمده. و انشالله امیدواریم که روز به روز ما بتونیم اون چه وعده دادیم به مردم تا اون ساعت آخر خدمتمون بتونیم به وعده هامون عمل بکنیم و مردم بتونن از یک حقوق حقه عادلانه همه استفاده کنن و بهره برداری بکنن. و آخرین نکته من مسئله روستاییانه. خب ما جمعیت بزرگ ما شهری، البته 74% جمعیت ما تقریبا در شهر زندگی میکنن، اما روستاییان خب خیلی مشکلات داشتن و ما در این دولت برای روستاییان و نیازمندی هایی که اونا دارن و حقوقی که اونا دارن تلاش زیادی هم در زمینه آب، هم در زمینه برق، هم در زمینه جاده، هم در زمینه بهداشت، هم در زمینه آموزش، یک کار بسیار بزرگی ما انجام دادیم. مثلا یک نمونه برای اینکه ببینید، ما کل روستاهای ما که تا اول دولت 11 گاز داشتن 14,000 روستا در کشور بوده. حالا اول انقلاب که چند تا روستا، چند تا 3-4 تا روستا گاز داشتن اول انقلاب، حالا ما اول انقلاب کار ندارم، ولی اول دولت ما در سال 92 14,000 روستا گاز داشتن، امروز الان رسیده به 32,000، یعنی 14,000 بیش از دو برابر شده. خب این کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. هر هفته 35 روستا آبدار میشن و آب بهداشتی در اختیار اونها قرار میگیره.
باز به این آمار هم توجه کنید، کمتر از 1 میلیون نفر آب بهداشتی پایدار داشتن در روستاها و شهرها. در روستاها کل مجموعه 900 و خورده هزار، زیر 1 میلیونه، و این آخر دولت میشه 10 میلیون، 10 برابر میشه اونایی که آب سالم پایدار روستایی در اختیار خواهند داشت از لحاظ جمعیت. خب این کار بزرگ است. میخوام بگم که ما اگر گفتیم حقوق شهروندی فقط در کتابت نبود، فقط در تدوین نبود، فقط در یک جزوه نبود، در یک دفترچه نبود، همه تلاشمون به کار گرفتیم که این حقوق اجرایی بشه، عملیاتی بشه، در سلامت، در محیط زیست، در آموزش، در آزادی بیان، در حقوق ملی مردم. همه این تلاش ها رو ما انجام دادیم و انشالله باز هم باید این تلاش ها رو مستمر انجام بدیم. دولت های بعدی هم انشالله باید ادامه بدن تا مردم ما انشالله در سایه جمهوری اسلامی ایران، در سایه همون شعاری که دادن، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، به همه حقوق حقی خودشون دست یابند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکر جناب رئیس جمهور. در پایان جلسه کنونی 2 برنامه رونمایی داریم که به دست حضرت عالی انجام میشه. نخستین اون رونمایی از 10 عنوان کتاب در زمینه حقوق اساسی و شهروندی هست. با استفاده از فرصت ضمن دعوت از حضرت عالی و سرکار خانم جنیدی برای رونمایی، عناوین این کتاب ها رو اعلام میکنم. دانشنامه سیاستگزاری حقوقی با مشارکت 175 استاد و پژوهشگر حقوق از 46 دانشگاه. مجموعه مقالات حقوق اساسی، میثاق ملی، مجموعه مقالات حقوق شهروندی، واکاوی صلاحیت قوه مجریه، هنجارگزاری های حقوقی، آراء کمیسیون مستندسازی و اموال غیرمنقول، 3 جلد گزارش ملی پایش اجرای اصول قانون اساسی، هشدارنامه های قانون اساسی. اللهم صل على محمد.